Berlin منهای هفت. گرفتم شور سو. سایلنس پلیز. Achtung. سایلنس. برلین منفی هفت. حس و حال و حال و هوای چند تا مهاجره. بعد از جنگ عراق، بعد از حمله به عراق، صرفا فوکوس روی اون نیست، ولی اثرات جنگ رو نشون میده. برای منفی هفت بیش از هر چیزی یه فیلم ضد جنگه. من توی دانشگاه نیویورک سیتی درس خوندم و ایشون بعد از تحصیلشون رفتن به طرف لس آنجلس. در اونجا بعد از 6 ماه تونستن یک نقش در واقع اول بازی بکنن در کنار آقای رابین ویلیامز توی فیلم فاینال کات بود. در 6-7 سال بعد از اون هم توی 11 تا فیلم سینمایی بازی کردند و تعداد زیادی سریال های تلویزیونی 5 تا 6 تا و قطعات تئاتری. چند سالی است که من در مورد متوجه سینما ایران شدم به خاطر موفقیت‌های چشمگیر تو در اصفهانات جهان داشته، به خصوص فستیوال‌های مثل کن یا فستیوال بلینالی، فستیوال بین‌المللی فیلم برلین. و بعد از در واقع موفق شدن در بردن جایزه گلدن گلوب و حتی اسکار، در واقع خب طبیعی است که تمام تمرکز حواس خیلی از کسانی که به سینما علاقه‌مندند به سوی ایران متوجه شده بود. من به این دلیل پذیرفتم که اول تجربه من بود با یه تیم، تقریبا میشه گفت تیمشون حرفه‌ای آلمانی، بازیگرای دیگه معمولا کار کردن و این تجربه من نداشتم با بازیگرای دیگه. من با بازیگر عرب زبان امریکایی فرانسوی که تیمشون حالا مثلا عرب فرانسوی عرب امریکایی یعنی اینا و آلمانی، دوست داشتم این تجربه رو بکنم. کار بر اساس طراحی اولیه تولید مشترک هستش بین مؤسسه رسانه‌های تصویری و ترس فیلم به مدیریت آقای پورشریف. با توجه به انتخاب محمد رضا عباسیان به عنوان دبیر 31 دوره جشنواره فیلم فجر، احتمال نمایش این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فجر منتفی خواهد بود. تمام سکانس های فیلم در آلمان فیلم برداری شد و بجز مصطفی زمانی و مسعود رایگان سایر بازیگران خارجی هستند. تجربه سخت و سنگینی بود طبیعتاً، چون اولا ما تو فیلم 5 تا زبون داشتیم، بعد بازیگرام از چند کشور مختلف بودن و طبیعتاً ارتباط برقرار کردن با اینا سخت بود و انتخاب کردنشون قبل از همه چیز، ولی خب برای با انجام میشد دیگه، چون این فیلم نامه همینو میتلبید. مورد سوار شدی میاد درست.